سلام، مسعود خرداد هستم و این پادکست پروژه پایانی دوره سمینار موسیقی معاصر در MMC هستش در اسفند سال 1400. خب موضوع پادکست ساختارهای غیر خطی هست، یعنی سوال اینه که فرم غیر خطی چیه یا ساختار غیر خطی چی هسته، چه انواعی داره، چه جوری شکل میگیره، که البته خب این موضوع خیلی گسترده ای هست و حتما با یه پادکست نمیشه بهش جواب داد و تحقیق مفصلی میخواد. من برای این پروژه یه مقاله انتخاب کردم از لینسی راس ویکری که در سال 2013 این مقاله نوشته شده برای تز دکترا و عنوان مقاله هستش Exploring New and Emerging Models for Nonlinear Performative Works. و این مقاله هم خب به نوع خودش مقاله مفصلیه و توی پادکست نمیشه تمام ابعادش رو توضیح داد. من قسمت‌هایش رو انتخاب کردم که هم کمک میکنه به فهم ساختار غیر خطی و هم مقدماتی تره. حالا اصلا خود فرم خطی چی هستش یا ساختار خطی چی هستش؟ چیزی که برای همه شناخته شده است، اگر که الان یک موسیقی از دوره کلاسیک یا رمانتیک تصور بکنین، کاملا این چیزایی که میخوام بگم و باهاش آشنا هستین و به یاد میارین. آهنگساز داره تلاش میکنه توی این دوران ها و توی این نوع از موسیقی ها که پیوستگی و انسجام رو در طول زمانی که قطعه داره اجرا میشه حفظ کنه، یعنی فرم خودش رو طوری شکل بده که به شنونده در نهایت یک حس وحدت و یک پارچگی بده، یعنی تعادل بین پیوستگی continuity و تغییر یا contrast و تکرار که حالا تکرارا میتونه variationی باشه، تعادل بین این دو قطب در نهایت به این سمت میره که ما در بعد زمان یک اثر پیوسته و منسجم بشنویم و در بعد زمان همینطور که زمان سپری میشه قطعه خودشو کم کم به ما آشکار بکنه و در این میان اگر هم حتی کنتراست های خیلی شدیدی بیاد، تلاش بر اینه که این تضاد شدید در طول قطعه حل بشه و به اصطلاح کانتکستوالایز بشه، یعنی توی اون کانتکست اینها با هم دیگه معنا پیدا بکنن و اون تضاد شدید جبران میشه در نهایت در طول قطعه با اتفاقات بعدی که میفته و ارتباطات بین اینا روشن میشه. حالا این چیزیه که ما از ساختارهای خطی کاملا میشناسیم و در واقع زیباشناسی دوره مشخصی از تاریخ بوده و تمام مهارت و تکنیک آهنگساز در این راه به کار میرفته که این قضیه رو بتونه پیش ببره به این حالتی که توضیح دادم. حالا در مورد ساختار غیر خطی، به تدریج با اتفاقاتی که در ابعاد مختلف زندگی، در ابعاد مختلف حیات بشری در طول تاریخ رخ داده، پیشرفت تکنولوژی، فلسفه های جدید، زیباشناسی های جدید، ساختارهای فرهنگی اجتماعی که تغییر کردن و خلاصه چیزهای جدیدی که وارد زندگی ما شده، نوع دیگری از نگاه به ساختار یا فرم موسیقی شکل گرفته. اینطور نگاه میشه که ما سعی میکنیم میخوایم از این محدودیتی که زمان داره به موسیقی تحمیل میکنه، منظورم بعد زمان هست، بعد خطی زمان، از این محدودیت یه جوری خودمون رو رها کنیم و بتونیم همزمانی رو نشون بدیم، طوری که
گالیا هانوچرود ازش توی همین مقاله نقل قول شده، میگه که انگار که میخوای یه تصویر یا یک فضای معماری رو ببینی، چجوری میبینی، همزمان میتونی ابعاد مختلف رو ببینی، توی موسیقی هم میخوای اونجوری بشنوی. یعنی توالی اتفاقات بازنمایی چیزیه که در ذات خودش در واقع همزمانه توی ساختار غیر خطی. این یکی از دیدگاه‌هاییه که باعث رشد ساختار غیر خطی میشه. یا توی مقاله دیگه ای من در گذشته خوندم، مقاله به نام The Origins of a Method که در مورد آثار دبوسیه، مارک مکفورلند اونجا میاد توی بخشی از مقالهش تأثیر سینما رو بر آثار دبوسی بررسی میکنه و اینکه میگه The Origins of a Method داره این نگاه غیر خطی و ریشه هاشو توی آثار دبوسی میگرده، چیزی که حالا به قول نویسنده این مقاله بیشتر توی آثار استراوینسکی تا اون موقع مطالعه شده بود یا ریشه هاشو اونجا میدیدن. برمیگرده توی آثار دبوسی اینو میگرده دنبالش و راجب علاقمندی دبوسی به سینما و اختراع تصویر و فیلم برداری و سینما در همون دوران تاریخی صحبت میکنه. منظور این که سینما هم به ما کمک میکنه که مثلا یک خط داستانی رو لزومن از نگاه یک شخصیت دنبال نکنیم یا در یک لوکیشن، بتونیم چند تا خط داستانی رو با همدیگه دنبال بکنیم، از این صحنه کات میخوره به یه صحنه دیگه که اصلا در جای دیگری ماجرای دیگه داره اتفاق میفته. این دیدگاه هم خیلی جالبه که خوب دیدم به این مقاله هم اینجا اشاره بکنم، خیلی مقاله ارزشمندی بود. حالا این تغییر و تحولاتی که باعث شده روی کرده آهنگسازا به فرم تغییر بکنه و به جای خطی فکر کردن غیر خطی فکر بکنن و کم کم پیچیدگی های ساختارهای فرمی قطعه ها به این سمت می رفته که بخش ها با همدیگه کنتراست شدیدتری داشته باشن و ما فقط به دنبال دیولوپمان چند ماتریال معرفی شده در قطعه نباشیم. خب توی دوره مدرنیست این گرایش خیلی زیاد میشه و از واژه‌هایی که توی آنالیز آهنگسازان اون دوره به کار رفته میشه فهمید که داره اتفاقای جدیدی میفته. واژه‌هایی مثل interruption, reordering, disjunction, fragmentation, juxtaposition, permutation, stratification توی آثار آهنگسازایی مثل مالر، دبوسی، آیوز، استراوینسکی نیاز بوده به چنین دیدگاه‌هایی برای اینکه تحلیل بکنن که این زیر ساختارها و بخش‌ها و زیر بخش‌ها با هم دیگه چه تناسباتی دارن و چرا در کنار هم و در توالی هم و یا با هم دارن میان و شنیده میشن. خب حالا میخوایم نگاه غیر خطی رو بیشتر بررسی کنیم. توی مقاله لینزی راسبیکری بخش سوم مقاله اختصاص پیدا کرده به طبقه بندی ساختارهای غیر خطی که برای این طبقه بندی سه تا پیوستار یا کانتینیوم معرفی میکنه ویکری، که میگه میشه توی این سه تا پیوستار چند نوع از انواع ساختارهای غیر خطی رو معرفی کرد. توی بخش قبلیش معیارها یا شاخصه هایی برای ارزیابی غیر خطی بودن ساختارها معرفی کرده که من به خاطر محدودیت زمان ترجیح دادم بیام سراغ این قسمت، ولی خب شدیداً توصیه میکنم که اون قسمت رو هم کاملا بخونین برای درک بهتر موضوع، برای من که خیلی کمک کننده بوده. حالا
بریم سراغ این پیوستار ها یا کانتینیوم ها. منظور از این یعنی اینکه یه بود یا یه محوری رو در نظر بگیریم، مثل محور XYZ، یا منظورم یکی از این است. مثلا تو محور X بگیم که قطعه رو میتونیم از این نظر بررسی کنیم، تو محور Y از این نظر، تو محور X از نظر دیگه. هر کدوم از اینا یعنی طیفی از انواع غیر خطی بودن هستن. حالا اولین پیوستارمون پیوستار زمانی یا تمپورال هست. خب که یکی از مهمترین هاشه دیگه، همونطور که صحبت کردیم الان تلاش برای اینه که این محدودیت بعد زمان رو بشکنیم و نوع دیگه ای باشه، این موسیقی در طول زمان به صورت پیوسته پیش نره، اون وسط اینترابشن هایی داشته باشه، گسستگی هایی داشته باشه و همه چی قرار نباشه در توالی همدیگه در به دنبال اون چیزی که قبلا شنیدیم بیاد، اصلا ناگهان یه اتفاق دیگه ای بیفته. حالا این اتفاقات چجوری میتونه بیفته؟ یعنی از نظر زمانی، از نظر محور زمانی، خب خیلی طبیعی ما میتونیم سه حالت رو در نظر بگیریم: یا اینها در توالی همدیگه میان سیکوئنشال، یا اینکه با همدیگه یه جاهای اوورلپ میشن، این نوع دومشه هم اوورلپینگ، یا اینکه ما اینها رو همزمان داریم میشنویم سیمالتینیسلی، که به این میتونیم بگیم مولتی لینیر، چند خطی داریم میشنویم. حالا تو اون حالتی که سیکوئنشال میتونم بیان، یعنی چند تا اصطلاح برای تشریح این حالت استفاده میشه، یکی بلاک فرمز یا مونتاژ یا موزاییک فرمای موزاییکی، این اسامی استفاده میشه برای حالتی که ساختارها دارن در توالی همدیگه میان. در ساختارهای خطی هم سکشن ها دارم در توالی هم دیگه میان. تفاوتش چیه اینجا؟ اینجا تفاوت اینه که این سکشن ها یا ساب استراکچر ها خیلی با هم دیگه تو پارامترهای مختلفشون تفاوت دارن و کنتراست بینشون شدیده. بعد اینها هیچ نشانه ای نمیدن که بلاک بعدی چیه، یعنی اینکه شما نمیتونید در طول زمان یه دایرکشنالیتی واضحی، یه جهت مشخصی رو توی این قطعه پیگیری کنین و از روی بلاکی که داریم میشنوین حس کنین که بلاک بعدی چه خواهد بود یا چه شکلی خواهد شد. و تعداد این بلاک هاست که حالا ممکنه که یک بلاک مشخص به تعداد زیاد تکرار بشه، طوری که ما به سادگی نمیتونیم کلیت فرمو، یعنی کل فرمو، زمان فرمو کمپرس کنیم، فشرده کنیم و خیلی به راحتی به بخش های اصلی مثلا ABC، یعنی به تعداد محدودی بخش مثل فرم دو بخشی یا سه بخشی یا سونات، اینو بخوایم تبدیل کنیم، یعنی اینجوری بخوایم تحلیلش کنیم با این تعداد کوچیک های بخش. یکی از نمونه هایی که مقاله معرفی کرده برای این قسمت Symphonies of Wind Instrument از استراوینسکی هستش، که این نمونه در واقع خیلی نمونه کلاسیکیه برای ورود به بحث فرمای غیرخطی، یعنی سنگ محکیه برای فرمای غیرخطی و سنگ بنایی هم برای به نوعی منطق ناپیوسته بودن یا گونه ای غیر خطی از انسجام. برها اثر خیلی مهمی از این نظر که تونسته از قید و بند دیولوپمان و اون نگاه خطی خودش رو خلاص بکنه. اینجا بلاک هایی که ما میشنویم از نظر رجیستر، داینامیک، آرتیکولیشن، ارکستراسیون و گاهی هم تمپو از همدیگه متفاوت هستند و هر کدومشون چند تا پارامتر کاراکتریستیک محدود دارن که کاملا اینها رو از همدیگه متمایز میکنه. نکته اینه که وقتی اینو گوش میکنیم ما دایرکشنالیتی به اون صورت حس نمیکنیم که این بلاک ها در هر بار اومدنشون دارن یه سمتی میرن،
یعنی یه نریشنی ما پیدا بکنیم که داره تغییر پیوسته و به یک جهت مشخصی داره توش اتفاق میفته. اینجوری نیستن و همین وجه متمایز کننده این نوع فرم هاست. این قطعه همزمان با صحبت‌های من در حال پخش شدن بود تا الان و میتونید حالا اون رو جداگانه با کیفیت بهتر در فرصت مناسب خودتون گوش بدین. خب بعد از اینکه توی پیوستار زمانی این نمونه رو به عنوان یک نمونه سیکوئنشال که در توالی همدیگه میان زیر ساختارها بررسی کردیم، میریم نوع دیگری از ساختارهای غیر خطی که اصطلاحات موبایل، پولیوالنت، مومنت فرم و دی اوپن ورک براش استفاده میشه. خب اینجور ساختارها یعنی این که آهنگساز زیر ساختارها رو مشخص کرده تا حدی توسط روشی از نوت نگاری، اما تصمیم اینکه ترتیب اجرای اینها به چه شکل باشه رو واگذار کرده به اجرا کنندگان، حالا یا رهبر یا گروه نوازندگان. و در واقع فرم اینجور قطعه ها قطعی و مشخص نیست و در هر اجرا بسته به تصمیماتی که اجرا کنندگان میگیرن عوض میشه. اما چیزی که هست اینه که داخل خود این ساختار اصلی ما، یعنی زیر ساختارهای ما، با همدیگه تضادهایی دارند، یعنی پارامترهاشون با همدیگه متفاوته. مثلا ریتمشون، ارکستریشنشون، تکسچرشون، داینامیکشون، جسچرهایی که استفاده میکنن، خلاصه هم با اقسام تفاوتهایی که میتونن داشته باشن با همدیگه دارن. بنابراین وقتی که کنار همدیگه شنیده میشن یا همزمان شنیده میشن، تضاد کافی رو دارن برای اینکه غیر خطی ساختارمون در نهایت غیر خطی بشه. حالا اینها از نظر محور زمان یا پیوستار زمان ممکنه همزمان باشن، یعنی اوورلپ بشن، یا همزمان باشن یا سیکونشال بشن، بستگی به اینکه آهنگساز چی تعیین کرده اولش، یا اینکه اصلا ممکن باشه یا نه. مثلا اگه یه قطعه مثل قطعه کلاویر شتوک 11 شتوک هازن برای سوله پیانو هست و عملا امکان پذیر نیست که حالتی غیر از سیکونشال داشته باشه، چون یک نوازنده داره پیانو اجرا میکنه و نمیشه حالا اوورلپ بشن ساختارا یا بخوان همزمان بشن. اما توی قطعه دیگری به نام سینرژی ایونت سینرژی 2 از ارل براون تشویق شده که اگه همزمان بشن بهتره، یعنی یا اوورلپ بشن. خب توی این قسمت فرم های موبایل هم مثالی که میشنویم، البته قسمتیش رو میشنویم، کلاویر اشتوک 11 اشتوک هازن هست. اینجا اشتوک هازن نوتی که در اختیار نوازنده میذاره شامل 19 قسمت هستش که نوازنده باید تصمیم بگیره بعد از اجرای هر قسمت به کدوم قسمت بره، و در انتهای هر قسمت هم اینستراکشن های تمپو و داینامیک و آرتیکولیشن رو برای قسمت بعدی آهنگساز مشخص کرده. و این قسمت ها هم گاهی کوتاهن، گاهی بلندترن و کیفیات متفاوتی دارن. باز قطعه دیگری که از اشتوک هازن توی این دسته می گنجه هست به نام مومنته، که این هم از نظر فرمال خیلی قطعه جالبیه و توی یوتیوب یه سخنرانی خیلی خوبی هست از اشتوک هازن در توضیح این قطعه که من توصیه میکنم حتما اون رو نگاه کنین، و چون خیلی مفصله من فقط به اسمش اشاره کردم، چون به فهم ساختار غیر خطی خیلی کمک میکنه و ابداعات جالبی توش هست. خب دسته سوم پیوستار زمانی ساختارهای غیر خطی با اصطلاحاتی نظیر مولتی لینیرد فرم، سوپرپوزیشن و پمپست نامیده میشه، که در واقع یعنی ما چند تا استریم داریم که اینها رو همزمان میشنویم.
چند تا ساختار رو داریم با هم میشنویم. نمونه خیلی کلاسیک و خوبه این نوع ساختار غیر خطی هم The Unanswered Question از چارلز آیوز هست. توی اینجا ما سه تا استریم داریم. استریم اول با سازه بادی چوبی با کوارتت وودویند اجرا میشه، استریم دوم با ترومپت و استریم سوم هم با کورال استرینگ زهیا. که اینجا در استریم اول پارامترهای ما به نوعی دارن به تدریج افزوده میشن، مثلا قدرت داره میره بالا. استریم دوم هم همینطوره، یه امپلیفاینگ داریم در طول قطعه، اما در انتهاش ناگهان برمیگرده به سمت پایین. استریم سوم هم خیلی استاتیک هست و ثابت میمونه. پس به نوعی توی این قطعه در پیشبرد این قطعه نراتیو کوالیتیز یا کیفیت‌های روایی دارن کمک میکنند، اما ما استریم هامون اونقدر با هم متضاد هستن غیر از سازبندی و تمبر میشه به تمپو، داینامیک، ریتم و آرتیکولیشن اونا اشاره کرد که با هم دیگه متفاوته. در نتیجه ما داریم کنتراست کافی میشنویم و سه تا جریان موازی متفاوت داریم میشنویم و به این شکل به صورت غیر خطی پیش میریم. خب در مثال قبلی به نراتیو کوالیتیز اشاره کردم که اتفاقا موضوع پیوستار دوم یا کانتینیوم دوم همین نراتیو کوالیتیز هست و به نام نراتیو کانتینیوم یا پیوستار روایتی توی مقاله ازش نام برده شده. این پیوستار دوم از طبقه بندی ساختارهای غیرخطی به سه پیوستار هست. پیوستار اولی زمانی بود که صحبت کردیم راجبش، حالا این پیوستار دومه که روایتیه. منظور چیه؟ خب موسیقی قابلیت تولید یک حرکت روبه جلو در طول زمان رو داره، یعنی یه جور دیرکشنالیتی که اینو میتونه به روش‌های مختلف ایجاد بکنه. مثلا وقتی که صدا به تدریج بلند میشه یا پارامتر دیگری به تدریج به سمت مشخصی تغییر میکنه، این جهتگیری کاملا حس میشه و شنونده رو با خودش همراه میکنه. حالا که چنین پتانسیلی توی موسیقی هست، به خصوص توی موسیقی خطی چیزیه که خیلی دنبال میشه، ما میتونیم بیایم توی موسیقی غیر خطی بر سر راه این حرکت رو به جلو توقف و مانع ایجاد بکنیم و این حرکت رو متوقف کنیم، اینترابت بکنیم، یا اینکه طوری که داره این حرکت پیش میره بیایم اینو نظمش و اردرش رو عوض بکنیم، یعنی جا به جاش بکنیم، که حالا توضیح بیشتر میدم. باز در توضیح بیشتر این نراتیو کوالیتیز، برای مثال لوتوسلافسکی اومده و 4 میوزیکال کرکتر مشخص کرده برای ساختارهای غیرخطی که قابل شناسایی هست، که اولیش بهش میگه نراتیو، یعنی این که موسیقی ما رو با خودش همراه میکنه و ما داریم و حواسمون با موسیقی داریم باهاش میریم جلو. دومیشو میگه ترانزیشنال، یعنی متوجه میشیم که موسیقی داره ما رو به جای دیگری میبره. سومیشو میگه اینتروداکتوری، که متوجه میشیم هنوز اون اتفاق اصلی نیفتاده، قراره یه اتفاق دیگه‌ای بیفته. و چهارمیش ترمیناتیو، حس میکنیم که داریم از فازی که هستیم خارج میشیم و یا به پایان میرسیم. این 4 کاراکتری که کاراکتر موزیکالی واضح و مشخصی که لوتوسلافسکی توی ساختاره غیر خطی میشناسه. حالا موضوع توی این که ما اینترابشن ایجاد بکنیم توی این جریان، توی این دایرکشنالیتی یا جهتگیری که موسیقی داره، همینه که این کاراکترهایی که شناخته شده هستند رو ما بیایم باهاشون طور دیگه‌ای برخورد بکنیم یا نگذاریم اون کاراکتر همون طوری که شنونده انتظار داره پیش بره
و خلاصه جریان رو قطع کنیم، به سمت دیگری ببریم، چیدمان رو عوض بکنیم. حالا لینزری راس ویکری میگه که سه تا تکنیک نراتیو هستش برای اینکه ما به چنین ساختاری حس غیر خطی بدیم. اولیش پروسسیوال هست، یعنی اون پروسسی که داره این نراتیو رو ایجاد میکنه اونو بیایم چیدمانش رو عوض کنیم. دومیش گیم بیست نراتیو هست که بر اساس قوانینیه که مشخص شده از قبل از اجرا و رقابتی که حالا بین دو گروه پیش میره. سومیش هم دیولوپمنتال نراتیو هست، بر اساس دیولوپمانی که جهتگیری مشخصی داره ولی ما داریم هی اینترابتش میکنیم و حالا توی مثال بهتر میشنویم. موضوعی که اینجا هستش اینه که مقداری که ما داریم این نریشن رو دستکاری میکنیم و تنظیمش رو عوض میکنیم، حدش اندازش باید طوری باشه که اون نریشن لایه اصلی نریشن به گونه‌ای فهمیده بشه، دریافت بشه. اگر انقدر تغییرش بدیم که هیچ نریشنی دیده نشه، دیگه خب جزء این دسته قرار نمیگیره. حالا بریم سراغ دسته اولش که دسته فرایندی بود، یعنی پروسس نریشنمون رو بیایم تغییراتی توش بدیم. مثال خوب برای این گروه کلاویر اشتوک شماره 9 از اشتوک هازن هست. ما توی این قطعه پیانویی سه تا کانتور نراتیو داریم. کانتورهای اول و دوم ابتدا در توالی همدیگه شنیده میشن و بعد به صورت همزمان و متوالی هر دو حالتش، و کانتور سوم بعد از اینکه اولی و دومی تموم شدن به تنهایی اجرا میشه. یعنی اینجا ما در واقع سه تا فرایند داریم که دو تاشو با هم میکس کردیم. اشتوکازه در واقع این کار کرد، میکس کرده با هم و سومیشو در انتها آورده. کانتور اول که به عنوان ساختار دیمینیشینگ، این کاهنده نامیده شده، از آکوردهای چهار نوتی تشکیل شده که تکرار میشند و داینامیک این آکوردها داره به صورت پیوسته از تریپل اف به تریپل پی میره و تعداد تکرارهاشون هم داره دائما کاهش پیدا میکنه که این فرایندها توسط سری فیبوناچی دارن کنترل میشن و تمپوش هم 160 و متفاوت از کانتورهای دیگه. کانتور دوم با تمپوی 60 هست و متریال‌های سریالی هستش که به صورت ملودی گریس نوت یا پولیفونیک گروپس شنیده میشن. متریال متفاوتی هم داره و پارامترهای این کانتور از جمله رنج متریالش و قدرتش، داینامیکش، تا سومین تکرارش دارن به صورت تدریجی افزوده میشن و بعد توی تکرار چهارم و پنجمش به صورت تدریجی پروگرسیولی کاهش پیدا میکنن. نسبت‌های داخلی کانتور دو هم با سری فیبوناچی داره کنترل میشه. کانتور سه به صورت یک نواخت و یک پارچه‌ای بافت پوینت لیست داره و تمپوش هم 120 هستش و مقاله این کانتور سوم به عنوان بلاک استراکچر نامگذاری کرده، چون به عنوان یک بلاک مستقل بعد از ترکیب فرایندهای کانتور یک و دو ما این کانتور رو میشنویم. دسته دوم ساختارهای غیر خطی بر اساس تکنیک های نراتیو به نام گیم بیست هستند. قضیه اینه که آهنگساز دو گروه رو در نظر میگیره، دو تا آنسامبل رو، مثل قطعات دوئل و استراتژی از زناکیس
که این دوتا انسامبل میتونن دوتا رهبر مجزا داشته باشن، بعد هر کدوم پارت های خودشونو دارن که حالا یه اشتراکاتی دارن، یه تفاوت هایی دارن، چیدمانش رو رهبرها انتخاب میکنن و اینها تو اجرا به طوری که انگار دارن با همدیگه به رقابت میپردازن. این دو گروه یا دو نوازنده یا چند نوازنده یا چند گروه، خلاصه با همدیگه دارن در یک فرایند مشارکتی یا رقابتی شرکت میکنن و آزادی که توی انتخاب ترتیب اجراها و گاهی آزادی که توی پارامترها به رهبر داده شده که مثلا اگر خواست صدا رو بلندتر از اون چیزی که بلند بر نوت نوشته شده ببره یا آرتیکولیشن های دیگه اضافه بکنه یا تمپو رو تغییر بده به اختیار خودش بذاره، خلاصه یه حس رقابت و یا برعکسش همکاری میتونه باشه. البته بیشتر گیم بیست، بیشتر بر اساس رقابت بوده اولش، حالا حالتهای مختلف روش پیش اومده و گفتم مثالش میتونه استراتژی یا دوئل از زنکیس باشه که ما اینجا استراتژی رو میشنویم. دسته سوم توی این پیوستار نراتیو ساختارهای غیر خطی دیولوپمانی هست که مثال خوبش استرینگ تریو اپوس 45 از شوئنبرگ. منظور اینه که همینطور که توی این مثال میشنویم فرگمنت های کوچیک یکی پس از دیگری میان و بیشتر متریال هایی که داریم به همدیگه نامربوط هستن و جکستاپوزیشن های نامحتملی توش میشنویم. با وجود اینکه به این شکل گسسته و غیر پیوسته هستش نمیتونیم بگیم که هیچ اتفاق دیولوپمانی توش نیفتاده، چون در طول قطعه میبینیم که قطعه پر از انرژی جهتدار و ریتم های پیشرونده و بافت هایی هستن که تکامل پیدا میکنند و بدین ترتیب مانوی دیرکشنالیتی هرچند در لایه های زیرین توش میبینیم. حالا توی همین مثالی که از شوئنبرگ داریم استرینگ تریو، برای مثال برای اینکه بگیم چه جوری غیر خطی شده این نریشن دیولوپمانی ما، توی این قطعه 51 بلاک داریم، یعنی 51 بلاک که 22 نوع متریال دارن و تغییرات 41 جا ما تغییر تمپو داریم در حالی که طول قطعه فقط 293 میزنه و دیرکشنالیتی یا نیروی پیشرونده قطعه با 18 تا کاما و پاز متوقف شده در اسکور که نوشته شده، طوری که طولانی ترین پاساژ بیوقفه و متصل ما تنها 20 میزان هستش طولش. با یه همچین اعداد و ارقامی میشه تصور کرد که چجوری غیر خطیه این ساختاری که متریال های متضاد و متنوعش دارن در طول زمان دیولوپمان پیدا میکنن اما دائما اینترابشن و جکستاپوزیشن ما توی این قطعه داریم. دسته سوم یعنی پیوستار سوم توی طبقه بندی ساختارهای غیر خطی رفرنشال کانتینیوم هست، یعنی پیوستار ارجاعی، داره ارجاع میده به بیرون از قطعه موسیقی به چیز دیگری که این خودش به دو گروه تقسیم میشه، غیر خطی بودن بر اساس کوتیشن که میتونه مثلا از قطعه های دیگه قسمت های اومده باشه توی این قطعه، یا استایلیستیک الوشن یعنی ما استایل های مختلف رو در توالی همدیگه یا همزمان بشنویم که در واقع این ریفرنس دادن به خارج قطعه خیلی پتانسیل داره برای اینکه ما به راحتی ساختمون رو غیر خطی کنیم، برای اینکه میخوایم در واقع ساب استراکچر ها زیر ساختار های متضاد یا نامتجانس رو با هم در کنار همدیگه قرار بدیم تو ساختارهای غیر خطی.
خب این ریفرست دادن به منابع متفاوت کاملا این ساختار رو به وجود میاره. خب مثالی که برای نوع اول داریم، یعنی غیر خطی بر اساس کوتیشن، موفان سوم از سیمفونیا اثر بریو هست که در واقع کوتیشن کاملی از موفان سوم سمفونی شماره دو مالر هستش. در این قطعه ضمن این که این موفان از سمفونی شماره دو مالر داره اجرا میشه، یک نریتر هم داره قسمت‌های مهمی از اثری از ساموئل بکت رو به نام The Unnameable میخونه و همزمان این دوتا دارن میرن جلو و علاوه بر اون انگار که اینها با هم یه رودخونه رو تشکیل میدن که در درون اون صدها کوتیشن کوچیک و بزرگ، پیدا و ناپیدا سر برمیاره و ناپدید میشه و به این ترتیب در واقع ریفرنشال بودن رو به ریو توی این اثر به اوج خودش رسونده با کوتیشن هایی که با این تعداد بالا از آثار مختلف و دوران های مختلف و سبک های مختلف میاره و همچنین یک کور چیمبر دارن فرگمنت های کوچیکی رو از آوازها یا سولفژ یا چیزهای دیگه دارن اجرا میکنن، حتی تیکه‌ای از مکالمات معمول و مرسوم تماشاگران در یک کنسرت کلاسیک یا حتی بحثایی که توی روزنامه ها میشه، توی رسانه ها و در انتها هم یکی از نریترها یک تنکیو به اودینس و رهبر میگه و خلاصه ترکیب عجیبی از انواع اقسام ریفرنس ها. مثالی که از نوع دوم داریم، یعنی غیر خطی بر اساس استایلیستیک الوشن، یعنی اشاره کردن ها یا آوردن قسمت های از استایل ها، یک مثالی که میتونه حد اکثر این نوع کوتیشن رو نشون بده اثری از جان زورن هست به نام سپید فریکس که فقط 48 ثانیه طولشه و در حوزه 32 ساب استراکچر داره که ما اینها رو در توالی هم دیگه میشنویم، به طوری که طول میانگین طول هر کدوم از ساب استراکچر ها زیر 2 ثانیه هست و به محض شنیدن شما میتونید این استایلیستیک لوشن رو کاملا توش پیدا کنید و کاملا مشخص بر اساس این ساخته شده. در جمع‌بندی پایانی اون چیزی که تونستیم تو این بازه زمانی بهش بپردازیم، یکی تشریح مختصری راجع به تفکر خطی و بعد تبدیل شدنش در جریان تاریخ به نگاه غیر خطی به ساختارهای فرمال بود و بعد بر اساس اون چه که لیندزی راس ویکری در مقاله Exploring New and Emerging Models for Non-Linear Performative Works بهش پرداخته، قسمتی از این مقاله که قسمت سومش هست به طبقه بندی ساختارهای غیر خطی در 3 پیوستار یا Continuum Temporal, Narrative و Referential بپردازیم که من مثال‌هایی انتخاب کردم، ولی خب در مقاله میتونین هم بیشتر راجبش بخونین و هم مثال‌های خیلی بیشتری اونجا اومده و گوش بدین و قسمت‌های دیگرش هم بخونین که خیلی کمک میکنه تا ساختار غیر خطی رو بهتر درک بکنیم. در پایان تشکر میکنم از تیم عزیز MMC، از نسیم، سهراب و پترام عزیز که در طول 2 دوره گذشته من خیلی ازشون آموختم و خیلی انگیزه بخش بودن برای یادگیری بیشتر و درک بیشتر موسیقی معاصر. مرسی.